روسیه: اوکراین بیش از 600 نظامی دیگر را از دست داد. وزارت دفاع روسیه آخرین ارزیابی خود از تحولات میدان نبرد با اوکراین را اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در درگیری در محور دونسک جنوبی در شبانه روز گذشته ارتش اوکراین بیش از 120 نظامی خود را از دست داد. در این گزارش آمده است که طی شبانه روز گذشته نیروهای روسیه در نبردهایی در محور دونسک دو حمله ارتش اوکراین را با موفقیت دفع کردند و حدود 140 نیروی نظامی اوکراین نیز کشته شدند. وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که نیروهای مسلح اوکراین همچنان به عملیات تهاجمی خود در محور دونسک جنوبی ادامه می‌دهند. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، ارتش اوکراین در جریان درگیری در محورهای کوپیانسکی و کراسنولیمانسکی بیش از 90 نظامی دیگر را از دست داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تلفات ارتش اوکراین در محورهای دونسک جنوبی و زاپروژیا به بیش از 250 نظامی رسید. تسلیحات و تاکتیک‌های جدید روسیه چالش‌های تازه‌ای برای اوکراین ایجاد کرده است. حدود 15 ماه از جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و با پایان بهار این دومین تابستانی خواهد بود که دو کشور با هم در حال جنگ هستند. تحلیلگران می‌گویند مسکو از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته و سلاح‌ها و مهارت‌های خود را بهبود بخشیده است. حالا سربازان اوکراینی در حال بررسی تاکتیک‌های دفاعی جدید روسیه هستند. روسیه خط دفاعی بسیار مستحکمی به امتداد 1000 کیلومتر ساخته است. سلاح‌های الکترونیکی خود را برای از بین بردن پهپادهای جنگی اوکراین تقویت کرده و هواپیماهای جنگی خود را به بمب‌های سنگین از ذراتخانه عظیم دوران جنگ سرد با قابلیت هدفگیری دقیق مجهز کرده است، بدون اینکه این هواپیماها در معرض خطر قرار بگیرند. تغییر تاکتیک‌های روسیه به همراه افزایش تعداد نیروها و بهبود تسلیحات می‌تواند هر نوع پیروزی قاطعی را در آینده نزدیک برای اوکراین دشوار کند و همچنین امکان دارد این جنگ را به نبردی فرسایشی و طولانی تبدیل کند. انفجار سد کاخوفکا در جنوب اوکراین در هفته گذشته یکی از تازه‌ترین تحولات این جنگ بود. هرچند دو طرف یکدیگر را مقصر این فاجعه اعلام می‌کنند، اما کنترل این سد در زمان حادثه در اختیار نظامیان روسیه بود. همزمان نیروهای اوکراینی مجموعه ای از حملات را در چندین بخش از جبهه انجام دادند که تاکنون تنها دستاوردهای حاشیه‌ای در برابر دفاع چند لایه روسیه داشته است. ساخت، انتقال و استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین تنها 3 ماه زمان می‌برد. یک گروه تحقیقات تسلیحاتی در بریتانیا که نقل و انتقال تسلیحات در جهان را رصد می‌کند می‌گوید برای نخستین بار قطعه‌ای در پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه پیدا کردند که 6 ماه پیش در چین ساخته شده است. روزنامه وال استریت جورنال که این خبر را منتشر کرده می‌گوید کشف این محققان نشان می‌دهد که چرخه تولید پهپاد جنگی از سوی ایران، انتقال آن به روسیه و استفاده‌اش علیه اوکراین سرعت زیادی پیدا کرده است. بر این اساس یک پهپاد ایرانی شاهد 136 که از سوی گروه تحقیقات تسلیحات جنگی بررسی شده حدود 2 ماه پیش در آوریل سال جاری ساقط شد و یک قطعه مبدل ولتاژ آن در ژانویه 2023 توسط چین ساخته شده است. وال استریت جورنال می نویسد علی‌رغم فشارهای روزافزون آمریکا برای بستن زنجیره عرضه جهانی قطعات ساخت این هواپیماها، صادرات چین به ایران ادامه دارد و یکی از مصالح لازم برای برنامه تولید پهپاد در ایران را فراهم می کند. به نوشته این روزنامه، ایران می تواند ظرف 3 ماه سلاح‌های درخواستی روسیه را بسازد و تحویل دهد. پهپادهای ایرانی شاهد نقش مهمی در حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین دارند. استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی موجب شده تا تهران چندین دور با تحریم‌های فزاینده از طرف آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شود. این تحریم‌ها صنایع نظامی ایران و شرکت‌های مرتبط با تولید تسلیحاتی مانند پهپادهای نظامی را هدف می‌گیرد. ارتش اوکراین می‌گوید روسیه تاکنون بیش از 700 پهپاد را برای حمله به زیرساخت‌ها و شهرهای اوکراین مورد استفاده قرار داده است. زمان احتمالی مذاکرات صلح روسیه و اوکراین. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت بعید است که مذاکرات روسیه و اوکراین پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا آغاز شود. به گفته این سیاستمدار اروپایی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قصد دارد منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. بورل خاطر نشان کرد پیش از آن نباید انتظار آغاز مذاکرات صلح بین مسکو و کیف را داشت. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.